در حمله اعراب به گرگان مردم با سپاهیان اسلام به سختی جنگیدند، به طوری که سردار عرب سعید ابن عاص از وحشت نماز خوف خواند. پس از مدتها پایداری و مقاومت سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص به آنان امان داد و سوگند یاد کرد یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت. مردم گرگان تسلیم شدند، اما سعید ابن عاص همه مردم را به قتل رسانید به جز یک تن و در توجیه پیمان شکنی خود گفت: من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم. سپاهیان عرب در حمله به این شهر 80,000 تن یاد می شوند. این متن از کتاب تاریخ طبری جلد 5 صفحه 2116 و کتاب تاریخ کامل جلد 3 صفحه 178 هست. به نام ایران زمین، با درود پیشگاه ملت درخیزش ایران و پیشگاه شما سروران و بینندگان گرانقدر، این سندی که پیشگاه شما دوستان ارائه کردم یکی از صدها سندی هستش که اثبات میکنه ایرانیان با آغوش باز اسلام رو نپذیرفتند. این فلسفه آغوش باز ایرانیان برای اسلام زمانی آغاز شد که اسلامگرایانی مثل علی شریعتی، جلال آل احمد و علی مطهری برای سرپوش گذاشتن بر نسل کشی فرهنگی ایرانیان به دست اعراب مسلمان این تز را دادند و گسترش دادند. من در این گفتارم میخواهم خدمت شما بزرگواران نسل کشی ایرانیان به دست مهاجمان مسلمان تازی رو تا حدودی باز بکنم. در تاریخ پرفراز و نشیب ایران جنگ های بسیاری، چه از مرزهای بیرونی و چه در داخل، رو شاهد هستیم. اگر بخواهم به مشهورترین این جنگ های اشاره ای داشته باشم، از یورش ویران کننده اسکندر گجستک به ایران میشه نام ببرم که نابودی تمدن بزرگ هخامنشیان و بزرگترین امپراتوری جهان رو به همراه داشت، کتاب سوزی ها و کشتارهای اسکندر گجستک مثال نازدنی هست. ولی شاهد هستیم که بیش از چند دهه بیشتر بر سرزمین ایران نمیتواند حکومت بکند و تنها نشانه ای که از این حمله ددمنشانه شاهد هستیم ویرانی هایی است که از تخت جمشید و سایر بناهای تاریخی به جا مونده. امروزه نه کسی به سوی مقدونیه و یونان روزی 17 بار پیشانی به خاک میماله و نه کسی برای برطرف کردن نیازهای معنویش با زبان مقدونیان و یونانیان سخن میگه، و یا اینکه نامهای خودشون رو و فرزندانشون رو برگرفته از فرهنگ و نامهای مقدونی و یونانی نمیگذارن. باز هم در تاریخ پرفراز و نشیب ایران هجوم قبایل بدوی و نیمه بدوی مغولان و ترک‌ها و عثمانی‌ها رو به ایران شاهد هستیم که خونخواری مغولان و قتل عام اونها در شهرهای ایران زبانزد تمامی تاریخ نگاران و پژوهشگران هست و اون هم باز هم مثل مقدونیان رفتند و در فرهنگ و تاریخ ایران حل شدند. از سوی دیگه در تاریخ شاهد خیزش اردشیر پاپکان بر علیه اشکانیان هستیم که صد البته فرزندان ساسان اشکانیان رو بر نینداختن تا تنها تاج و تخت رو از خانواده‌ای به خانواده دیگه منتقل بکنن و
بلکه این دگرگونی یک سیر تکاملی و یک دگرسانی بزرگ در کشورمان ایران بود که ایران را از دوره ملوک و طوایفی به ایران شهر ساسانی که بخشی از روند تاریخی و تکامل ملت ایران بود که همانندی های فرهنگی، زبانی و آیینی ایرانیان رو به زیر یک چتر گستردهی به نام هویت ایران شهری برد برمیگرده و حتی قدرت و تمرکز حکومتی به همراه آبادانی و پیشرفت رو برای ایران و ایرانی به ارمغان میاره تا جایی که زبانزد تمام جهانیان میشه. اینها رو عرض کردم که از این آبادانی و سرآمدی گیتی برسم به زمان سرنگونی آخرین پادشاه نگونبخت ساسانی به دست مسلمانان تازی. یورش و حمله اسکندر گجستک و یا یورش و کشدار مغولان در ایران گرچه بسیار تلخ و دردناک و فراموش ناشدنی هست، اما یک تفاوت بسیار شگرف با یورش تازیان به ایران ساسانی رو داره. فرو افتادن سلسله ساسانیان تنها پایان یک دوره دودمان شاهنشاهی و یا یک سلسله شهریاری نیست، بلکه بسیار بالاتر از اون هست. چیرگی تازیان مسلمان بر ایران یک گسل بسیار بزرگ و یک گسستگی در زندگی و بافت اندیشه‌ای و فرهنگی ایرانیان به همراه داشت. گذر از عصر بسیار پیشرفته و متمدن ایران باستان پیش از ورود اسلام به عصری تازه و پسا اسلامی که تهی از خلاقیت، تهی از صنعت و تهی از پیشرفت بود، فرهنگی که وارداتی بود از بیابانهای حجاز که ایران و ایرانی رو به عنوان یک موجودیت و یک عنصر سیاسی و تمدنی و فرهنگی برای بیش از 800 سال در درون تاریخ به یک سیاهی و یک سکوت مرگبار میبره و از دید تمام جهانیان ایران با اون بزرگی و عظمت رو ناپدید میکنه. به گونه ای که بازگشت ایران به عصر جهانی در آغاز صده 16 که با برآمدن دودمان صفوی آغاز میشه، از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران مانند یک معجزه است که البته شوربختانه این برگردان نتوانست آغازی باشه بر پایان این تهاجم فرهنگ وارداتی و اسلامی و تنها یک دگردیسی در بافت و ساختار این معضل بزرگ ایران و ایرانی رو به وجود آورد. شوربختانه با ورود و پیروزی این تازیان مسلمان به ایران در نبرد قادسیه، جدا از تمام این جنایت ها و تجاوز ها و چپاولگری ها، ستم ها و بیدادی هایی که به ایرانیان روا شد، یک نسل کشی بزرگ فرهنگی را هم شاهد هستیم و رخ داده که تبعاتش را کماکان پس از 1400 سال ما میبینیم گریبانگیر من هست و نگذاشته یک روز یک آب خوش از گلوی ما و این ملت ستم دیده و در بند پایین بره. بدون تردید تهاجم هیچ بیگانه‌ای در درازای این تاریخ به اندازه حمله تازیان مسلمان ملت و تمامی تبارهای ایرانی را دچار بحران هویت و شناسه ملی نکرده و فرهنگ و آیین و رسوم نیاکان ما را از بین نبرده. و اما چرا هجوم تازیان مسلمان به ایران و تسخیر ایران و فروپاشی سلسله ساسانیان آنقدر دردناک هست و التیام پذیر نیست و مانند زخم چرکینی هر چند یک بار دهان باز میکنه و جراحتش آنقدر زیاد هستش که
قلب هر ایرانی میهن پرستی رو به درد میاره و ناخودآگاه عشق از چشمان هر ایرانی میهن دوستی سرازیر میشه. شکست نظامی در قادسیه و اشغال تدریجی ایران به دست این تازیان مسلمان در سالهای پس از اون نه تنها تأثیر بزرگی بر فرهنگ مردم این مرزبون گذاشت، بلکه بافت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جمعیتی، رفتاری همه رو دستخوش تغییرات بسیار چشمگیری کرد. فروروزی ایران ساسانی نه تنها ایران را نزدیک 600 سال باجگذار خلافت‌های اسلامی مدینه و پس از اون شام و بغداد میکنه، بلکه به خاطر نداشتن عرق ملی زمامداران و خلفای اسلامی که بر ایران و ایرانی حکومت میکردن مانند همین جمهوری اسلامی، و اینها روح جسارت و شجاعت و میهن پرستی و آن رشادت ایرانیان رو با دستورات اسلامی و خرافه ها و گزافه های دینی که در مغز اندیشه این ایرانیان نگونبخت وارد کرده بودند، راه رو هم برای تاخت و تاز ترکان و مغلان و هر قبیله و قومی که در گوشه و کنار ایران بود، چه بدوی چه نیمه بدوی، از آسیای میانه گرفته تا به خاور دور، در سده های دهم تا 15 میلادی این راه رو برای اینها هموار کرد که بیان و ایران رو در بنوردند و خاکش رو به توربه بکشن. ایرانیان پیش از ورود اسلام از هر تبار و دین و زبانی که بودند هزاران هزار سال در کنار هم به خوشی و در کمال همزیستی و آرامش برای آبادانی ایران زندگی می کردند. بذر تبعیض و بیدادی و نژاد ستیزی و خودخواهی و خودرأیی و دروغ و فساد رو اسلام با ورود خودش به ایران کاشت. تبعیض جنسیتی میان برتری مردان بر زنان که در ایران پیش از اسلام، همینطوری که سروران و دانشمندان بزرگوار پیش از من به اون اعلام کردند و بر پایه شواهد تاریخی بی‌معنا و مفهوم بوده، وارد فرهنگ ایرانی شد. تبعیض قوم و قبیله‌ای و دینی هم همینطور، اینها رو وارد اندیشه های ایرانی کرد. همچنین با توجه به اینکه در آن زمان ایرانیان را بخشی موالی، بخشی ذمی و بخشی برده قرار داده بودند، ایرانیانی که در جلوتر حالا بهش خواهم پرداخت، این بذر نفاق و خودخواهی و تبعیض و بسیاری از کردارهای ناشایست و ناپسندی که امروز مانع پیشرفت ایران و ایرانی هستش و باعث جلوگیری از سربلندی و سرافرازی ایرانی شده رو همین اسلام نامبارک کاشت. تازیان مسلمان پس از جنگ قادسیه و چند جنگ دیگه و پس از کشتار فجیع مردم بیدفاع و چپاول تمام دارایی‌ها و به بردگی گرفتن زنان و دختران و کودکان و تجاوز به آنها و ویرانی شهرها و خانه‌ها و سوزاندن کشتارها، مثل همین جمهوری اسلامی که یک سیستم رعب و وحشتی رو برای سرکوب ملت ایران در این زمانه به کار می‌بنده، اونها هم همین سیستم رو به کار بردن. با ایجاد رعب و وحشت بر این شدن تا با تمام نیرو کاری بکنند تا فرهنگ ناپسند و زشت خودشون رو بر فرهنگ ایران شهری چیره بکنند. و این بار پس از ایجاد این رعب و وحشت دست به ترفندهای اقتصادی و پس از اون ایجاد قوانین جدید اجتماعی که بر پایه تبعیض و بی‌حرمتی استوار بود دست بزنند تا بتونن از اون به عنوان اهرم فشار برای نابودی فرهنگ
و زبان و هویت ایران شهری سود ببرند و چقدر مشابه جمهوری اسلامی. در کنار تحمیل همه این فشارهای اجتماعی و اقتصادی، دشواری هایی همچون محدودیت های اندیشه‌ای و دینی و ویران کردن مراکز عبادت ایرانیان مثل آتشکده ها و یا کلیساها دست زدن به این تخریب اینها و به جای اونها مسجد درست کردند. یاکوبوفسکی نویسنده کتاب تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده 18 این گونه نوشته در کتاب که اهل ذمه پیمان بستند با عرب ها که شهر در شهرهای خودشون کلیسا و آتشکده نسازند و کلیساها و آتشکده های ویران شده را هم آباد نکنند. اونها همچنین ناچار بودند تا اسب سوار نشوند و شمشیر را هم با خود همراه نداشته باشند. باز هم ایشون در کتاب، در همین کتاب در برگ 162 این گونه می نویسه که در پاره ای از دوران به بدن اهل ذمه داغ می زدند که تا از مسلمانان تمیز داده شوند. این رسم که داغ بردگان را به یاد می آوره از دید مردمی که هنوز جامعه‌ای نسبتاً آزاد و بی‌قید روستایی دوران پیش از عرب رو به یاد داشتند، یک نوع بیداد و توهین بسیار بزرگ شمرده میشه. از طرف دیگری هم مسعودی در کتاب مروج الذهبش در جلد دوم می‌نویسه که بسیار میشد که کودکان مخالفان را در برابر دیدگانشان در آب جوش می انداختند و می پختند و تن اونان را با تراش تیز زخم می زدند و بر آن زخم ها سرکه و نمک می پاشیدند. هنگامی که روستاییان ایرانی به مخالفی پناه می دادند، مأموران حجاج همه مردم اون روستا را می کشتند و پس از آن خود روستا را هم ویران می کردند. در کتاب عرب ها و دیگر ولایت اسلامی نوشته بشیر سلیمان که در سال 1977 این کتاب رو نوشته و خودش مسلمان هست و خودش عرب هست، در برگ 119 اون نوشته همچنان که اعراب نباید در میان ایرانیان زندگی می کردند، نمی توانستند تا از ایرانیان هم همسر بگزینند و یا زبان ایرانیان را فرا بگیرند. اهل ذمه با آن که جزیه می پرداختند ولی از محدودیت های شدیدی مثل شغل و حرفه، انجام مراسم دینی و گونه پوشش رنج می بردند، زرتشتیان هم حق پوشیدن بالا پوش ایرانی را نداشتند. اونها حق سواری بر اسب را نیز نداشتند، بلکه تنها می توانستند بر خر و قاطر سوار شوند. در اثر فشارهای اجتماعی و بی‌ارزی و توهین، نیاکان ما زرتشتیان از پوشیدن کشتی هم باید پرهیز می‌کردند. کشتی همان شالی هستش که زرتشتیان بر دور کمرشون می‌بندند. اگر فردی زرتشتی مسلمان می‌شد، برادران و خواهران اون که زرتشتی مونده بودند از پدر و مادر ارثی نمی‌بردند. زنی که شوهرش مسلمان میشد ولی خودش زرتشتی میموند، هر گونه حق سرپرستی خودش رو بر فرزندانش از دست میداد. مردهای زرتشتی حق ازدواج یا زناشویی با زن مسلمان رو نداشتن و مرد مسلمان تنها میتونست زن زرتشتی رو به عنوان کنیز و یک برده جنسی در اختیار خودش داشته باشه. مورد تبعیض دیگه میان مسلمان ها و زرتشتی ها خونبها بود. خونبهای کشتن یک زرتشتی بسیار ناچیز بود، اما اگر یک زرتشتی و یک ایرانی یک مسلمان را
دعوا میکرد و کتک میزد، جرمش بسیار سنگین بود، حتی تا جایی که به قتل میرسوندن. مسلمانان پیروز پس از تمام این خونخاری های وحشیانهی که بر مردم ایران روا داشتند، این بار اومدن و از راه اقتصادی نیز مردم رو تحت فشار قرار دادند و اسم این جنگ اقتصادی رو جزیه گذاشتند. این جزیه رو گذاشتند تا مردم رو از راه اقتصادی آنقدر در فشار قرار بدهند که ایرانیان از فرهنگ و از آیین‌های خودشون و از دین خودشون برگردن و مسلمان بشن. از جزیه برای اعمال همین فشارهای اقتصادی و اجتماعی و روانی برای ترغیب اونها به مسلمان شدن استفاده، بسیار استفاده شد. پوزش میخوام. به این صورت که بسیاری از ایرانیان کم درآمد برای گریز از پرداخت کمرشکن میزان جزیه و همینطور که گفتم از روی فشارهای روانی و توهین‌ها و تحقیرهایی که به اونها میشد، خودشون دیگه خودخواسته میرفتن و تغییر دین میدادند. بیزاری از پرداخت جزیه چه به انگیزه دوری از خاری و زبونی در هنگام پرداخت اون و چه به انگیزه های اجتماعی و اقتصادی، بسیاری از اهل ذمه رو به مسلمان شدن کشید. تازیان مسلمون اینطوری شد که بخش بزرگی از ایرانیان رو مسلمون کردن و فرهنگ ایرانیان رو به نابودی کشیدن، به گونه ای که بیشترین مردم شهرنشین مسلمان شده بودند. بسیار اسفناک است. در هنگام یورش تازیان برخی از شهرهای ایران بدون کمترین مقاومتی در برابر سپاه اسلام تسلیم می شدن به خاطر اون خونخاری هایی که داشتن. کلن مسلمان ها به ایران نام دارالحرب رو داده بودند. کسانی که شهرهاشون با مقاومت کمی تسلیم می شد، با مسلمان ها مجبور بودند که یک پیمان صلحی منعقد بکنند و برخی از شهرها مانند همون سندی که در ابتدای سخنم عرض کردم با پایداری بسیار زیاد و با خشونت گشوده می شد. مسلمان ها بین اینها فرق گذاشته بودند. به اونهایی که راحت و با خونریزی کمتری فتح می‌کردند، مفتوح به صلح، مفتوح العنده می‌گفتند و مفتوح به صلح اونهایی بود که بسیار راحت و با کشتار کم گرفته بودند و اینها دارای احکام جداگانه شده بودند. از دستورات شریعت اسلام درباره سرزمین‌های تسخیر شده دارالحرب اینهاست که من عرض می‌کنم خدمتتون. یک، یا باید مسلمان می شدند یا با پرداخت جزیه به کیش اجدادی خودشون باقی می موندند و همچنان به زندگی خودشون در میان مسلمان ها ادامه می دادند، یا نه جزیه می دادند نه مسلمان می شدند. در این صورت سرشون قطع می شد، اموالشون به سوی بیت المال مسلمین مصادره می شد، ناموسشون در تصرف سپاهیان اسلام در میمت تا به عنوان برده جنسی از اونها کامجویی و لذتجویی بکنن، که البته در میان این عده یه عده‌ای هم بودن که نه حاضر شدن که دینشون رو رها بکنن، نه میتونستن جزیه پرداخت بکنن و نه وایستادن که به ناموسشون تعدی بشه و اونها مهاجرت کردند و امروز همتباران ما ایرانیان زرتشتی هستند که به عنوان پارسیان هند شناخته میشن و در اونجا زندگی میکنند. خب تو این سه تا شرایط تکلیف دسته نخست و دسته سوم مشخص بود و اما برای دسته دوم بر پایه دستورات شریعت و فقهی اسلامی 12 مورد رو در نظر گرفته بودند که به اینها هم اهل ذمه میگفتن، مکلف بودن و موظف بودن که این 12
دستور رو انجام بدن، وگرنه به عنوان محارب شناخته می شدن و در زمره اون دسته سوم قرار می گرفتن و سرشون رو قطع می کردن، مالشون رو به سود بیت المال مسلمین می گرفتن و ناموسشون هم به بردگی. تعهداتی که فقها برای اهل ذمه قرار داده بودند این بود که ذمی و اهل ذمه نباید خونش رو از خانه مسلمان بلندتر بسازه و باید کوتاه‌تر می‌ساخت. اهل ذمه اجازه نداشتن که سوار اسب بشن و یا خنجری رو همراه خودشون داشته باشن، اما میتونستن سوار بر قاطر و یا اولاق بشن. اهل ذمه باید یک لباس معین و مشخصی پوشیدن، یا زنار میبستن یا یک کلاهای بلند رنگین رو به سر میذاشتن. ذمی ها نباید به هنگام خواندن دعا صدای خودشون رو بلند میکردند. ذمی ها نباید بر جنازه مرده خودشون بلند بلند گریه میکردند و یا اون رو باید بسیار دورتر از مقابر مسلمون ها دفن میکردن. هر مردی که ذمی بود، بالغ بود، آزاد بود و سالم بود مکلف به پرداخت جزیه میشد. ذمی نباید به دین اسلام حمله میکرد یا اینکه به امور مسلمانان، به مناسکشون، به مراسمشون بی احترامی میکرد. زمین نباید هیچ خسارتی و یا بی احترامی به پیامبر اسلام و قرآن وارد میکرد. زمین نباید به جان و مال یه مسلمان تعرض میکرد یا با تحریک و وسوسه اونها رو به ارتداد میکشید، یعنی تبلیغ دین خودش رو نمیتونست بکنه. زمین مجاز نبود که با یک زن مسلمان ازدواج بکنه و یا همبستر بشه. زمین مجاز نبود که به دشمنش کمک بکنه. دشمن که میگم یعنی دشمن مسلمونا، یعنی به هممیهن خودش نباید کمک میکرد، وگرنه به جرم جاسوسی و فاش کردن اسرار مسلمین اون رو گردن میزدند. زمی اجازه نداشت که شراب بنوشه، شراب بفروشه و یا از گوشت حرام به قول مسلمونا استفاده بکنه. و بعد از اینکه این 12 شرط رو اون فقها برای اهل ذمه گذاشته بودن و ایرانی ها گذاشته بودن، یک شرایطی هم برای پرداختش گذاشته بودن که مامورین اسلامی بتونن چجوری این پول رو دریافت کنن. مثلا ذمیان به اجبار برای پرداخت این جزیه باید حتما به حالت خاری به جایگاه این مأمور دریافت جزیه می رفتن. جزیه رو مأمور در صورتی می گرفت که مأمور نشسته باشه، اون مسلمان نشسته باشه و ذمی باید می ایستاد و جزیه رو پرداخت می کرد. اهل ذمه موقعی که جزیه رو پرداخت می کردند مورد اهانت و ضرب و شتم قرار بگیرند. ذمیان موقع پرداخت جزیه باید زیر آفتاب ساعت‌ها نگهشون می‌داشتن، تو صف وای می‌سادن تا این افسر مسلمان حالش رو پیدا بکنه و بیاد و این جزیه رو از اینها با اون شرایط بالا بگیره. ذمی باید موقع پرداخت جزیه سر خودش رو پایین می‌آورد و گیرنده جزیه اون افسر مسلمان باید ریش این ذمی رو می‌گرفت و تکون می‌داد و یک دو تا پس گردنی هم به ذمی میزد. این شرایطی بود که باید پرداخت میکردن. تازه پول میخواستن بدن، این بدبختی ها رو باید میکشید. کتاب الفتوح نوشته ابن اعصم کوفی برگ 104ش به روشنی نوشته که ابن اخوه که خودش کارگزار حکومت و مأمور جمع کردن جزیه بوده، درباره چگونگی دریافت جزیه از اهل ذمه اینو گفته که چون محتسب
برای عقص جزیه نزد زمین می آید او را به پیش خود به ایستاند و پس از او به او پس گردنی بزند و گوید جزیه را بپرداز ای کافر. حالا این جزیه هایی که به این صورت از مردم دریافت می کردن به قدری زیاد بود و به قدری به مردم فشار می آوردن که طبق عرایز قبلم که گفتم مردم دیگه طاقت پرداخت نداشتن، دیگه نمی تونستن این جزیه را پرداخت بکنن و به ناچار باید مسلمان می شدن. مثلا در رابطه با اندازه خراجی که در سال 640 در زمان خلافت عمر در یک سال از برخی از شهرها و شهرهای بزرگ ایران دریافت میشه، حالا به غیر از اصفهان و تبریز و خراسان بوده، چیزی حدود 63 میلیون درهم در یک سال، 63 میلیون درهم در یک سال جزیه جمع میشه، خراج جمع میشه. حالا درهم رو بر اساس پول امروزی که حساب میکنن هر یک درهم نزدیک 20 تا 30 دلار آمریکا به پول امروز. در یک سال 63 میلیون درهم از ایران خراج میگیرن. تازه جدا از شهرهای بزرگی بوده که مثل خراسان و اصفهان و سیستان و کرمان بوده. درباره این مالندوزی هم که سران تازیان جدا از این خراج ها برای خودشون هم بسیار مالندوزی می کردند، اسناد بسیاری هست که اگر علاقمندان خواستن می تونن با ایمیل جنبش پیوند بگیرن تا تمام این اسناد موجود هست و می تونم در اختیار دوستان و علاقمندان قرار بدم. یک نمونه از زمامداران که جدا از اون خراج حقوق و اون پولی که از مردم گرفته بود برای خودش جمع کرده بود، عبدالرحمن ابن زیاد هستش که از سوی معاویه به فرمانداری خراسان گماشته میشه که پس از 2 سال که از زمامداریش در خراسان میگذره با 2 میلیون درهم از خراسان حرکت میکنه و به سمت مرکز میره. این مالندوزی ها جز فشار بیش از حد و تصوری نیست که واقعا بر مردم ایران اینقدر فشار بوده که تحمل دیگه براشون دشوار می شده. از یک طرف نپرداختن جزیه به عنوان پیمان شکنی به حساب میاد و بر پایه قوانین تازیان مسلمان اموالشون باید ضبط می شده، ناموسشون به کنیزی می رفته و خودشون هم باید گردن زده می شدن، مجبور بودن یا مسلمان بشن یا یک جوری این پول فراهم بکنن بدن و دشوار بوده. در کتاب تاریخی عیون الاخبار از دینوری در جلد 1ش برگ 76 آمده که ابوالعاج فرماندار بصره بوده، یک مرد مسیحی رو به پیش اون میارن. ابوالعاج از اون میپرسه که اسم چیه؟ مرد مسیحی پاسخ میده که بنداد شهر بنداد. ابوالعاج میگه عجب، 3 تا نام داری و جزیه 1 تن رو میپردازی؟ و فرمان میده که از این آدم جزیه 3 تن رو بگیرن. به همین راحتی. باز هم در تاریخ طبری جلد 9ش برگ 396ش آمده که به جراح فرمان روای خراسان در سال 718 میگن که مردم به اسلام روی آوردن و این به سبب ناتوانی در پرداخت و نفرت از چگونگی پرداخت دادن جزیه است. خود مبلغ 1 طرف، نوع پرداختش هم 1 طرف. هنری مسه در کتاب تمدن ایرانی در برگ 247ش اون هم داره که میگه ابوالسیدا یکی دیگر از سپهسالاران عرب در خراسان مردم سمرقند و اطراف اون رو به اسلام میکنه تا که اونها جزیه دیگه پرداخت نکنن و از اونها جزیه رو برداره و مردم
با شتاب به مسلمانی روی می آورد. از سوی دیگه ای شهیب سوم که بین سالهای 647 و 659 پیشوای کلیسای نستوری در فارس بوده می نویسه که بسیاری از مسیحیان فارس و کرمان نه به دلیل فشار مستقیم اعراب بر اونها بلکه به انگیزه گریز از پرداخت جزیه مسلمان میشن. سند دیگری که میتونم به اون استناد بکنم که جزیه به عنوان اهرم فشار و ابزاری برای نابودی فرهنگ ایران شهری استفاده میشه در تاریخ ایران پس از اسلام عبدالحسین زرینکوب جلد چهارم صفحه 383 هستش که میگه به دلیل اسلام آوردن برخی از ایرانیان در سالهای پایانی خلفای اموی جزیه گردآوری شده در خراسان بسیار کاهش پیدا میکنه. کارگزار خلافت نصر ابن سیار دستور میده که خراج رو بر نو مسلمون ها ببخشن و تفاوت جزیه غیر مسلمونان و زکاتی که مسلمون ها باید پرداخت میکردن رو از کسایی که هنوز مسلمان نشده بودن بگیرن. یعنی این گونه فشار رو بر غیر مسلمونان سنگین و سنگینتر و سنگینتر میکردن و آنقدر کمرشکن میشد که ایرانی دردمند راهی نداشته باشه و باید مسلمان بشه. در تاریخ طبری هم در جلد پنجمش برگ 1984 نوشته شده اگر غیر مسلمانی مسلمانی را دشنام میداد شکنجه میشد و اگر غیر مسلمانی مسلمانی را میزد کشته میشد. یعنی این تبعیض و این فشارهای روحی روانی راهی رو نمیگذاشت که ایرانیان و نیاکان ما بر آیین و آن رسوم خودشون بمونن. راه دیگه فشارهای اجتماعی تبعیض و تفرقه اندازی بود برای از بین بردن فرهنگ ایران شهری و به وجود آوردن موالیان از این راه و بردگان. بردگان کسایی بودند که حالا البته بهشون مملوکان هم میگفتن، غیر اعرابی بودند و ایرانیانی بودند که در جنگ ها و یا در شهرهایی که جلوی مسلمان ها ایستادگی کرده بودند و جنگیده بودند به اسارت گرفته شده بودند. اینها به دست اعراب خرید و فروش می شدند. اگر فرزندی هم از اینها به وجود می اومد یا در کنارشون بود، اونها هم برده ارباب پدر و مادرشون می شدند. بردگون اگر مسلمون هم می شدند، کماکان در بردگی قرار می گرفتن و می موندن، مگر آن کسی که صاحب این برده بود حالا یا روزشو به خاطر روزهی که نگرفته یا یه ثوابی میخواست بکنه اینها رو آزادشون میکرد. وضعیت بردگان ایرانی بسیار بد. شمار بالای این برده ها در بخش هایی که در قلمرو اسلامی بود به گونه‌ای بود که در گزارشی که عمان ابن حامد در روم آورده میگه که در اگر اختیار این مردم بربخت برگشته با من بود فرمان به کشتن 90% این برده ها میدادم. اون به مسلمان ها خیلی سفارش میکنه که ایرانیان رو به عنوان برده نزد خودتون نذارید. در کتاب القدیر نوشته امینی جلد یکش برگ 362ش در رابطه با موالیان گفته موالی به غیر عربایی میگن که مسلمون شده بودن و به زیر چتر پشتیبانی یکی از این قبایل عرب رفته بودن
یا به قول امروزی ها اونها کفیل شده بودند. ولی از بسیاری آزادی ها و حقوقی که اعراب مسلمون داشتن محروم بودند. اونها سهمی از غنایم یا جزیه و خراجی که ایرانی های غیر مسلمون به عرب ها می دادن، سهم خودشون رو از اون قبیله می گرفتن و زندگیشون رو می گذروندن. و هنگامی هم که می خواستن خودشون رو معرفی بکنن، اون نام موالی رو به نام قبیله عربی که پشتیبان اونها بود و کفیل اونها شده بود اعلام می کردن، مثلا موالی بنی تمیم که امروز خب در خوزستان ما خیلی از این عرب زبان ها رو داریم که به هر یک کدوم از اینها که از قبیله بنی تمیم موالی اونها شده بودند به اونها گفته می شود. در یک مجموعه دو جلدی در تاریخ 14 معصومی که علی جواد فاضل نوشته در برگ‌های 96ش و 86ش اشاره شده که نامه‌ای از سوی معاویه به زیاد ابن ابیه برادرخوانده خود معاویه و فرماندار کوفه که بوده نوشته میشه که بخشی از متن نامه به این صورت هستش که توضیح میده میرسیم به این جناب قمری. میشه خواهش کنم که یه جنبندی برای ما بدیم؟ زمانمون به 45 دقیقه دراز کشید. سپاسگزار میشم از مهربانی پوزش. بسیار خوب، من دیگه بیشتر از این سخن نمیگم. سندهای بسیار زیادی بود که باید عنوان میکردم و شوربختانه نشد. بر روی این سندها، تازه به سندها رسیده بودم، امیدوارم که بتونم این سندها رو در یک نوشتاری آماده بکنم و در خدمت دوستان قرار بدم. سپاسگزارم که شکیبایی کردید دوستان و به سخنان من گوش دادید. سپاسگزارم. پاینده ای.